أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه. سلام علیکم جمیعا و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الحمد لله علی حلمه بعد علمه، والحمد لله علی عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق، باسط الرزق، فالق الإصباح، ديان يوم الدين. اللهم صل وسلم على حبيبك ونجيبك وسفيك وخيرتك في خلقك، حافظ سرك ومبلغ رسالاتك، بشير رحمتك ونذير نقمتك، سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين، وصل على جميع الشهداء والصالحين، وصل على أئمة المسلمين وهماة المستضعفين وهداة المسلمين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. خداوند علی اعلا را بر توفیق حضور در مراسم نماز جمعه سپاسگزاری می کنم. خودم که از همه بیشتر نیازمندم، همه عزیزان، خواهران و برادران را به رعایت تقوا پروا پیشه کردن سفارش می کنم. زندگی ما انسان ها لحظه به لحظه دست خوش حوادث، خطر، زیان و ضرر است. ان الانسان لفی خسر. تنها عاملی که ما را میتواند حراست کند، نگهداری کند، حفاظت کند، تقواست. لذا امیر بیان، قرآن ناطق، امام سفید رویان علیه افضل و صلوات المسلین فرمودن هوشیار و بیدار باشین، تقوا رو حفظ کنید و با تقوا خودتان را محافظت کنید. الا فسونوها و تسونو بها. امید از هممان به این سفارش خدا پیامبر، ائمه هدات معصومین توجه داشته باشیم. در خطبه اول بحث حزم و دوراندیشی را که آغاز کرده بودیم با چند نکته پی میگیریم و در مقابل حزم، کسانی که از راه خیانت میخواهند به جای برسند، از منظر روایات اشاره خواهیم کرد. خطبه دوم مناسبت های فراوان تاریخی و اسلامی در این ایام است. الحمدلله تجلیل عاشقانه از مراسم غدیر، توضیح و اشاره و مباهله، خاتم بخشی امیر المومنین و همینطور یکی دو نکته در رابطه با مسائل اجتماعی که در کشورمان و در جامعهمان مطرح است و اینها در خطبه دوم خواهیم پرداخت. در بحث حزم این عبارت را نقل کردیم که وجود نازنین
امیر بیان سردار سخن فرمودن میخواهین در زندگی پیروز باشین، در حرکت اجتماعی موفق باشین، در رسیدن به عزت و اقتدار موفق باشین، یکی از عوامل موفقیت دوراندیشی است. از ظفر و بالحزم، پیروزی با دوراندیشی است، با عجله، با کوتاه‌فکری، با نگاه کوتاه نمیتواند انسان و جامعه به هدف و پیروزی برسد. صحبت ادامه پیدا کرد، عرض کردیم دوراندیش کیست؟ یکی از مصادیق دوراندیشی آن است که نعمت انسان را از یاد خدا و از یاد آخرت باز ندارد. یکی از مصادیق حزم آن است که انسان در انتقام گرفتن عجله نکند. یکی از مصادیق نعمت حزم آن است که انسان دوست خوب و شایسته انتخاب کند. دوستان قرآن می‌فرماید روز قیامت همه دوستان دشمن می‌شوند الا المتقین، الاخلاء یومئذ عدو الا المتقین. ما در حرکت‌های اجتماعی مان شاهد خیلی از این نمونه‌ها بودیم، کسانی که به قدرت رسیدند عجله کردند، کسانی که به امکانات رسیدند دوراندیشی نکردند، کسانی که در روابط اجتماعی با خوبان مرتبط نبودند، اینها دیدیم به سرعت زوال کردند. ایجاب میکنه که ما با استفاده از شرایط پیش آمده در حرکت‌های اجتماعی مان تدبیر بیشتر و برنامه بهتر را دنبال کنیم. در مقابل حزم و دوراندیشی خیانت است. مفهوم خیانت در آیات متعدد قرآن مطرح است، در روایات ائمه معصومین مطرح است. امروز ایجاب میکنه ما به بعضی از مقولات بیشتر توجه کنیم. بعضی ها فکر میکنن در جامعه اگر کسی به ما خیانت کرد، حالا در تاریخ، در کشورداری، در حکومتداری، حتی در روابط خانوادگی، تجاری، کسانی آمدن خیانت کردن، ما شاهد خیانت ها بودیم. حالا یک کسی اینطوری فکر بکنه، خب به ما خیانت شده، به قوم ما خیانت شده، ما هم بیاییم مثل اونهایی که خیانت کردن خیانت کنیم. آیا از نظر قرآن، از نظر دوراندیشی و اندیشان این کار جایز است؟ پیامبر فرمود لا تخون من خانک. خیلی نکته کلیدی است، یکی از نسخه های شفا بخش مکتب رسول الله است. فرمود که کسی که به تو خیانت کرده تو به او خیانت نکن. لا تخون من خانک، او به تو خیانت کرد، تو حق نداری خیانت کنی، و الا فتکون مثله، تو هم مثل او خائنی. درسته او به تو خیانت کرده، اما جواب خیانت خیانت نیست، جواب خیانت صداقت است، جواب خیانت امانتداری است، جواب خیانت برادری و تحمل و ظرفیت ها را بالا بردن است. ما بخوایم جامعه را رهبری کنیم، اداره کنیم، دشمنی ها را به تعبیر قرآن تبدیل به دوستی کنیم، رایش این است که در مقابل خیانت خیانت نکنیم.
جالب است، شخصی آمد خدمت امام صادق علیه السلام به نام ابو ثمامه، عرض کرد خدمت حضرت باقر علیه السلام، عرض داشت یا ابن رسول الله، من میخواهم مجاور مکه شوم، به تعبیر امروزی ها جار الله شوم، برم مکه اونجا بمانم تا آخر عمر از فضای مسجد الحرام و اماکن مقدسه بهره ببرم، مجاور مکه باشم، ولی مقدار بدهکاری دارم و اتفاقا طلبکاران من، اونایی که من از اونها قرضدار هستم، طایفه ای هستن که در اصطلاح تاریخی و روایی ما معروف هستن به مرجعه. گفت من از مرجعه بدهکاری دارم. اونا کسایی هستن که میگن ایمان قول بلا عمله. مرجعه یه طایفه ای یک باوری بودن، میگفتن آدم حرف بزنه عمل نکنه مؤمنه. میگفتن گناه و عمل به گناه زیان به ایمان انسان نمیزنه. خب عقیده انحرافی داشتن. گفت آقا من از اینا بدهکارم، اگر من برم مکه مجاور مکه شوم، این دینی را که به مرجعه دارم نپردازم، درسته. حضرت فرمود مواظب باش، درسته طلبکاران تو مرجعه ان، اما خدای تعالی دینی کسی را نمی بخشد ولو مرجعه باشد. مؤمن خیانت نمی کند. ما اگر به دستور قرآن عمل بکنیم، کشور را از یک ثبات و آرامش و عزت بخواهیم بهرمند کنیم، جامعه را برخوردار بکنیم از مواهب طبیعی و از اخلاق و از بصیرت و رشد، رای حلش اینه که به این مقوله ها توجه کنیم، و الا صرف امکانات مشکل حل میکنه. ما شاهد وفور امکانات در این کشور بودیم، شاهد زوالش هم بودیم. اون چیزی که به لطف خداوند در این مکتب وجود دارد، 95% برنامه ها اجتماعی است. همین بحث خیانت را وقتی در روایات دنبال میکنیم، که متاسفانه گاهن مردم مبتلا هستند، مخصوصا در این تحولاتی که پیش آمد، ما شاهد این ضعف ها بودیم. بعضی ها رفتن گزارش دادن، سعایت کردن. البته نظام و حکومت موظف است دنبال عدالت باشد، قوام حکومت ها به عدالت است، زیبایی حاکمان اجرای عدالتشون هست. در این حال پیامبر فرمود فاش کردن راز برادرت خیانت است. همینه که بعض اسرار مردم فاش بکنیم، ما قرار نیست که زندگی ها را در خطر بیندازیم. علامت الخائنه اربعه، علامت خائن 4 چیز است. یکی اینی که اسرار مردم فاش بکنه. ما موظفیم دلها را به هم نزدیک کنیم، اعتماد سازی کنیم، فضا را فضای امن و دلبر و دلربا بسازیم. فرمود از این کار دوری کن. یکی از علائم خیانت آزار رساندن به همسایگان است. علما در جلسه هستند، دوستانی که در نماز جمعه توفیق حضور پیدا میکنند، انسانهای شایسته هستند، چون به دستور خداوند در ذکر الهی اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله، در محل یاد خدا، اونم یاد اجتماعی و کلان شرکت میکنن، متوجه هستن در آیات قرآن بعضی جاها جنگ با خدا معرفی شده. خوردن ربا یکی از اینهاست. آزار مردم،
اینه که مردم در دلهره بیندازیم، در اضطراب بیندازیم، محیط زندگیشان ناآرام کنیم، تشویش در ذهنشان به وجود بیاوریم، رعب و وحشت، قلق و خلاصه نگرانی را در لابلای حرکت هامان طوری حرکت کنیم که به فکر و ذهن جامعه وارد بکنیم، این مردم آزاری است. حالا از همسایه آزاری، همسر آزاری بگیر تا مردم آزاری در سطح کلان جامعه. پیغمبر فرمود یکی از علائم خیانت آزار دادن مردم است. فرمود که نفرت از همگان. ما باید با هم دیگه مانوس باشیم، رفیق باشیم. اینه که آدم از توده های مردم نفرت داشته باشه، فاصله داشته باشه. در روایات داریم مؤمن نرم است، المؤمن لین یعلف، زود به دل میره. کسی که بدل را پیدا نمی کنه خیر در اون نیست. یکی از علائم خیانت نفرت همگان است. مردم از انسان نفرت داشته باشه و انسان با توده های جامعه ارتباط نداشته باشد. در مقابل کسانی که با مردم نیستن، حالا این بحث مردم، ناس در قرآن یک بحث مهمه. دیشب در یک محفل عرض کردم 179 آیه در قرآن بحث مردم آمده. در خطبه غدیر، در خطابه غدیر، حالا احسانه کردم، به کرات مرتب وجود نازنین آقا رسول الله تعبیر میکنه، معاشر الناس، معاشر الناس، معاشر الناس. حضرت فرمودن یکی از علائم خیانت این است که از مردم نفرت داشته باشیم، مردم با ما رابطه نداشته باشد. نزدیک شدن به انسانهای سرکش و طغیانگر. وقتی آدم با مردم ارتباط نداشت، قطعا با اقشار خاص ارتباط داره. حالا گاهی یک انسانهای وارسته و ساخته شده و مرشد و با اندیشه است، انسان با اینا رابطه برقرار میکنه، تحت تربیت اونها قرار میگیره، این کمال است. اما نوعا کسانی که با مردم ارتباط ندارن سراغ یک عده ویژه و خاص میرون، این علامت خیانت است. طولانی نکنم خطبه اول را. چقدر وجود نازنین امام صادق در بیان این موضوع زیبا فرمایش دارند. فرمود اگر کسی آمد به سراغ شما، از شما کمک خواست، ایما رجل من اصحابنا استعان بهی رجل من اخوانهی فی حاجتن. من وقتی این روایت خوندم حذف کردم و الان که به شما دوستانم نقل میکنم احساس ویژه‌ای دارم. چه مکتبی، چی پیامی و چی نسخه های سازندهی. حضرت فرمود اگر کسی پیش کسی میایه، مخصوصا اونی که امکانات داره، قدرت داره، روابط داره، ازش کمک میگیره. ایما رجل من اصحابنا استعان بهی رجل من اخوانهی فی حاجتن، میایه میگه مشکل مرا حل بکن. و ای آقا میتواند تلاش بکند، اما به اندازه کافی تلاش نمیکنه. مثلا میتونسته 2-3 تا تلفن بزنه، خودش بره، کسی را بفرسته مشکلی آدم حل بکنه. اگر به اندازه توانش در حل مشکل اون کسی که به سراغی آمده نکوشد، تلاش کافی انجام ندهد، فلم یبالغ فیها بکل جهده، یعنی به اندازه ای که توان داره از توانش استفاده نکرده. حضرت فرمودن فقط خان الله، ای آدم به خدا خیانت کرده و رسوله و پیامبر خیانت کرده و المؤمنین
و مؤمنین خیانت کرده. اینه که یک قدرتی، یک امکاناتی، یک فرصتی نصیب انسانها بشود و اینا فکر بکنه این دیگه مخصوص خودش است، یه اعتبار، یه جایگاه، این ریاست، این حکومت. اینا با افکار قرآنی، با سیره رسول الله، با سیره خردمندان عالم نمی سازد. اینا نسخه های شفا بخش است در قرآن، در زندگی آقا رسول الله. ما نمی شود با احترام قلبی و با خواندن قرآن مشکلات ما حل کنیم، با فهم قرآن و با عمل به قرآن و به دستورات پیامبر و دستورات ائمه معصومین و تربیت شدگان مکتب رسول الله می توانیم مشکلات حل کنیم، وضعیت را مدیریت کنیم، ارتباطات، تحمل و پذیرش ها را بالا ببریم تا با اخوت و دیانت و برادری که انشاءالله به سمتش در حال حرکت هستیم و برنامه های کلان مشکلات مردم و جامعه مان حل کنیم و پشت سر بگذاریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى علي امير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة وعلى الحسن والحسين وعلي ابن الحسين ومحمد ابن علي وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحجت الخلف الصالح. ائمة المؤمنین، بار دیگر خودم و همه شما عزیزان را به رعایت تقوا پروا پیشه کردن سفارش می کنم. نماز جمعه که با عبارت فسعو تلاش کنید در سوره مبارکه جمعه که خواندنش در نماز شب در شب جمعه سفارش شده و در نماز صبح و همینطور در نماز جمعه از جایگاه بالای برخوردار است. در روایات حج فقرا معرفی شده. یکی از رسالت های این نماز که ذکر بزرگ و حج فقرا است، این است که اون چرا لازم است، شایسته است با مؤمنین، با مردم و جامعه فهمانده شود برای پیشگیری حوادث، برای مدیریت حرکت اجتماعی به اینها باید پرداخته شود. حالا برداشت و در واقع فهم که لازم است مؤثر است، علی کل حال به برداشت لازم باید نکات مهم و اساسی را در نماز جمعه مطرح کرد. نکته ای که به عنوان اولین نکته، نکته اجتماعی را در این نماز و در این برنامه عرض می کنم، مسائل مربوط به
مشکلات است که در منطقه بلخاب به وجود آمد. در هفته گذشته عرض کردم یک مشکلی بین مسئولین امارت و شخصی که امارت آب او اعتماد کرده بودن به وجود آمد. هیئت‌های رفت آمد شد، رفت آمد کردن. متاسفانه اون چی که باید میشد و تصمیم عاقلانه ای که باید گرفته میشد نشد. اما اون چی که مسلم است، جایگاه مردم، موقعیت مردم غیر از جایگاه و موقعیت شخصی است که امارت اسلامی به او اعتماد کرد و بعدها با او درگیر شد و او در واقع در مقابل امارت اعلان جنگ و برخورد کرد. اما مردم بلخاب هیچ سهمی در این ماجرا ندارد و ندارند. من در همون روزهایی که اوزا در نابسامانی بود با علما، با بزرگان بلخاب هر روز گاهی روز دو سه بار ارتباط داشتم و عرض می کردم و می گفتم که شما موضع و جایگاه تان مشخص کنید. می گفتن متاسفانه طوری وانمود می شه که گویا این حرف حرف همه مردم است، در حالی که نیه نبود. و امروزم مردم بلخاب غیر از حرکتی که به وجود آمده چیزی دیگری را مطالبه می کنن و شایستگی خدمت را دارن، شایستگی توجه را دارن. جدیدن هم که سیانمایی میشه برای هجرت مردم از بلخاب و بیرون شدن مردم از بلخاب، این گزارشات دقیقی نیست. بلخاب در شرایط الحمدلله مناسبی، مردم در حال زندگی هستن، بعضی از خبرها و گزارشات واقعیت نداره. ما همکارانمان و علما و مبلغینی که الحمدلله در سراسر افغانستان فعالیت دارن در بلخاب هم حضور دارن و مراسم غدیر در همه جای افغانستان مخصوصا در بلخاب بسیار باشکوه برگزار شد. من حالا دقیق نمیتونم بگم، اما یقین دارم نزدیک به 10 مجلس، حالا شاید 7 مجلس، شاید 8 مجلس، شاید هم 10 مجلس در نقطه های مختلف بلخاب برگزار شد. شما میدانید وقتی یک جلسه 1000 نفری، 500 نفری، 800 نفری یک جا برگزار میشه، اینجا امنیت است. هیچ مشکلی نبوده. نماز جمعه در نقطه های مختلف بلخاب برگزار میشه. بله، مردم به دلایل وحشت کردن، به کوه ها رفتن، مشکلات دیدن، باید از این مردم حمایت شود، دلجویی شود. من در یکی از صحبت ها عرض کردم هر کسی از خانش بیرون شده تا یک کوهی، یک نقطه ای رفته برگشته، کمترین ضرری که کرده، خب درختاش آسیب دیده، مرغش از بین رفته، حیواناتش آسیب دیده، زندگیش به هم ریخته، یقینا این مردم نیاز به دلجویی داره، نیاز به حمایت داره، نیاز به محبت داره. با محبت می شود این مشکلات رو حل کرد. به نقل که در همین روزها گزارش شده، والی محترم ولایت سرپل محمد یعقوب رحمانی با هیئت از سازمان غذایی جهان WFP و همینطور سرمنشی سازمان ملل سفر به بلخاب داشتند برای رسیدگی به اوضاع بلخاب. روز چهارشنبه 29 همین برجی که پشت سر گذاشتیم پریروز، و اینها صحبت کردند ما در راستای تامین امنیت و مردم بلخاب اطمینان میتیم و خاطر جمعی میتیم که
کسانی که از خانه هاشان بیجا شدن میتوانند به منازلشان برگردن و اینا گفتن و حقیقت هم همین است، کمک به بلخاب کم شده. بلخاب به ظاهر قضیه خیلی تبلیغ نشد اما مشکل بلخاب زیاده. بلخاب حدود 80,000 جمعیت داره، نزدیک 20,000 خانوار در بلخاب زندگی میکردن، نزدیک به 80-85% این خانه ها از جا بیجا شدن. 15,000 خانه اگر بیجا بشه این یک مصیبت بزرگی است. کمک های صورت گرفته کافی نیست. امید است که هم سازمان غذای جهانی، هم سازمان ملل و همینطور سایر مؤسسات خیریه و مردم بلخاب و مشکلاتی که مردم بلخاب مواجه شدن انشالله رسیدگی کنن. مردم بلخاب دیگر از جنگ حمایت نمی کنن، همونطوری که مردم همه افغانستان از جنگ متنفرن، اما معنای حمایت نکردن از جنگ این نیست که حقوقشان را مطالبه نکنن. مطالبه حقوق یک موضوع است، حمایت از جنگ و سرکشی و طغیانگران مسئله دیگری است. حق اگر داری باید مطالبه کنی، گفتن حق، تبلیغ حق، مطالبه حق، اینها حقوق مسلم است. مردم از تلخی های جنگ خاطرات تلخی را دارن، همیشه با برنامه های دولت و امارت که در راستای عدالت و آبادی باشه حمایت کردن و خواهند کرد. امیدواریم که همه مسئولین در این راستا توجه کنند. نکته دوم، دیروز 20 ماه ذی‌الحجه یا پریروز مصادف بود با ولادت حضرت کاظم علیه السلام، 18 این ماه عید سعید قدیر خم بود. در همین روزها یعنی بین 18 تا 24 در سال 2 هجری اتفاقات زیاد افتاد. پس فردا 24 ذی‌الحجه مصادف است با نزول آیه 61 سوره مبارکه آل عمران، یعنی آیه مباهله و جریان مباهله. من یک لحظه عزیزان توجه بدم به داستان مباهله. در ادامه غدیر، در ادامه جریان کسا، یکی از برجستگی های اهل بیت علیهم السلام جریان مباهله است. فمن حجک فیه من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل. مباهله، نبتهل یعنی به حق همدیگه طلب عذاب کنیم. این آیه در سوره مبارکه آل عمران آیه 61 است. فنجعل لعنت الله علی الكاذبین. ترجمه نمی کنم، عزیزان خودشان مراجعه کنم. در سال 10 هجری، یعنی تقریبا چند ماه قبل از رحلت آقا رسول الله، پیامبر نامه‌ای به نصارای نجران فرستادن. نامه‌های پیغمبر معلومه، همطوری که حضرت امیر نامه‌های زیادی دارن. در این نامه حضرت از نصارای نجران تقاضا کردند که خداوند یکتا را عبادت کنند و مسلمان شوند. این یک راه، یا به مسلمانان جزیه بدهن، یعنی یک بخشی از امکاناتشان را به مسلمان ها بپردازن و به مذهب خودشان باشن، این دو، یا آماده جنگ باشن. اسلام میپذیرین، جزیه پرداخت میکنین، آماده جنگ. نصرانی ها در کلیسای بزرگ خودشان پرداختن به مشورت. مشورت خیلی خوبه،
و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله. این عرض بکنم جنبه های اجتماعیش هم در نظر بگیریم. باید مشاورین مخصوصا بزرگان مساله مردم فکر بکنم. در بین بزرگان نصارای نجران شخصیت هایی بودن از جمله سید که از بزرگان قوم بود و عاقب که اسقف نجران بود، اینا گفتن ما نه جزیه میدیم نه مسلمان میشیم میجنگیم. اما شخصی بود 120 سال عمر کرده بود به نام ابو حامد، اسقف اعظم بود، گفت که خوب است بریم، ما یک کتابی داریم به نام جامعه، اون کتاب را بخوانیم همطور که ما قرآن داریم. گفت که صفات پیامبر بعد از حضرت عیسی در اون کتاب آمده، اگر واقعا این همو آدم است خب چرا بجنگیم؟ اگر نیست برنامه ریزی میکنیم. جالبه من به دوستانم حالا عرض میکنم، ما خطابه غدیر باید فصل فصلش بخوانیم. اینه که بگیم ما غدیر قبول داریم، راویان غدیر زیاده، این یک بحثه، اما من معتقدم این 11 فراز هر فرازش اگر خوانده بشه 100% تحول میآید، تحول کشوری، تحول جهانی. اینا آمدن در جلسه، آخه بعض وقتا فکر میکنه آدم مردم نمیفهمن، نه اینطوری نیست، مردم دنبال فهمن. آمدن فصلهای این کتاب را که معروف بود به جامعه و صحیفه حضرت شیخ علی نبینا و علیه السلام را خوندن، خط به خط خوندن، تکه به تکه خوندن، همه به این نتیجه رسیدن، گفتن که این همون پیامبر است که در صحیفه شیخ و در کتاب جامعه صفاتش ذکر شده. اما خب معمولا اختلاف که میشه مدیریت سخت میشه. گفتن خیلی خوب، حالا یک هیئتی میفرستیم. این زمانی بود که نامه پیامبر آمده بود، خب یک هیئتی رو میفرستیم، وقتی رفتن بیشتر میفهمن این آدم کیه. هیئت نجرانی ها آمدن مدینه، حالا اصحاب میخواستن چطوری برخورد بکنن، پیامبر چطوری برخورد بکنه کردن، اینا باشه، اونا مشغول به اصطلاح عبادت شدن، ناقوسشانه و اصطلاح به صدا در آوردن، اصحاب گفتن یا رسول الله اینا رو بزنیم. حضرت فرمود اصلا و ابدا کار نداشته باشه، ما باید ذهنها رو روشن بکنیم. بعد اینا کاراشون رو انجام دادن، حضرت به اینها توضیح داد، روشنگری کرد، کلی مطلب حضرت به اینها بیان کرد. بعد فرمود حالا اگر میپذیرین حق همینهاییست که من گفتم، اگر نمیپذیرین خب جنگی لازم نیست، توهین و تحقیری لازم نیست، بیایید با هم مباهله میکنیم. گفت چیکار میکنیم؟ حضرت یه درخت رو نشان داد، فرمود زیر این درخت فردا شما بیایید ما میاییم، اگر ما بر حقیم دعا میکنیم طلب عذاب میکنیم شما گرفتار میشین، اگر ما به باطلیم شما طلب عذاب بکنیم ما از بین میریم. شب رفتن مشورت کردن گفتن میریم، اتفاقا آمدن. منتها اینی که حضرت امیر میفرماید فکراتونا به هم دیگه ضرب کنین یتولد منه الثواب، حق بیرون میآید. همطوری که با هم حرف میزدن مشورت کردن گفتن ببینیم فردا این پیامبر با کی میآید، آیا با نظامی ها میآید، با مسئولین میآید، یا با خانوادهش میآید. شما دیدین آدم خانوادهش به خطر نمیاندازه مگر اینکه اعتماد داشته باشه. گفت اگر با خانوادهش آمد مباهله نکنید، اگر با نظامی ها و سپاه و لشکرش آمد مباهله کنیم. اینا آمدن در جای مخصوص قرار گرفتن، یه وقت دیدن پیغمبر داره میاین، دست امام مجتبی، دست امام حسین، دست امیر المومنین به هم دیگه داده شده، وجود نازنین حضرت زهرا سلام الله علیها از پشت سر داره میاین. اون اسقف اعظم که 120 سال عمر داشت به یارانش گفت متوجه باشین، اگر با اینا مباهله کنین الان آثار عذاب مشاهده میکنن. پیغمبر
درخت را زیرش تمیز کرده بود، یه پرچمی را وصل کرده بود. اینا آمدن گفتن با کی با ما بابا حله میکنی؟ حضرت فرمود به بهترین روی زمین، به بهترین های روی زمین. اسقف گفت که دست نگه دارید. اینا از مباهله عقب نشینی کردن و گفتن یا رسول الله ما فعلا آماده جزیه دادنیم. جریان مباهله یکی از تاریخ ها و برجستگی های تاریخ اسلام است. انشالله جوانان عزیز اهل مطالعه کنن. من دیگه طولانی نکنم. به حمد الله و المنه امسال تجلیل از غدیر استثنایی بود. در سراسر کشور ولایات مختلف، دایکندی، غزنین، بامیان، عراد، کابل، دره صوف، بلخاب، سانچارک، جوزجان، بدخشان، همین مکانی که شما دوستان تشریف دارین، برای اولین بار 10 خبرگزاری آمدن مراسم غدیر را از اینجا ثبت کردن و از جاهای دیگر شهر. یکی از خبرگزاری ها به من گفت برای اولین بار است که از یک برنامه ما 2 گزارش پخش میکنیم از 2 جا. من تشکر میکنم از حضور مردم، از مدیریت علما. جریان غدیر یک جریان است که برای روشن شدن حقیقت اسلام توجه به او لازم است. من برداشت خودم، تجربه‌ام این است که ما خیلی بحث سند و تاریخ و اینا را بگذاریم کنار، بیاییم خود خطابه را بخوانیم. من امروز 2-3 تا فراز از خطابه غدیر، 11 فراز است، پیشنهاد میکنم به جوانان عزیز، به همه، مخصوصا به دوستان نماز جمعه، شروع کنن به حفظ کردن خطابه غدیر. پارسال یک جایی این بحث مطرح کردیم، امسال یک جوانی به من گزارش داد، گفت آقا من از پارسال شروع کردم خطابه غدیر، الان حفظ کردم. بخش 7، شما در هر نماز، همه مسلمان ها معتقدن که ما سوره حمد باید در نماز بخوانیم. لا صلاه الا بفاتحه الكتاب. یکی از فرازهای سوره هم چیه؟ اهدنا الصراط المستقیم. خدایا ما را برای راست هدایت کن. پیامبر در بخش 7، در فراز 7 از خطابه غدیر میفرماید معاشر الناس، یعنی مردم، انا الصراط المستقیم، من راه مستقیم خداوندم که شما را به پیروی از آن امر فرموده. الذي امركم باتباعه، همین اهدنا الصراط المستقیمی که در نماز میخوانیم. ثم علی من بعدی، بعد از من علی است. ثم ولدی من صلبه ائمه الهدى، بعد از علی ائمه معصومین، فرزندان من از صلب علی. یهدون الى الحق و بهی عدلون، پیشوایان راه راستن که براستی راه نماین و به آن حکم و دعوت میکنن. یهدون الالحق و بهی عدلون. جالبه، بعضی ها فکر میکنن در غدیر فقط معرفی آقا امیرالمومنینه. در غدیر معرفی اون چی که برای هدایت بشریت لازم است مطرح شده. هیچ راهی نداریم اگر اون که خط به خط خطابه غدیر مطالعه کنیم، تفسیر کنیم، تبیین کنیم. آقا این مطالبی که در غدیر است در هیچ کتاب درسی نیست. و قال، پیغمبر فرمود فی نزلت و فی هم والله نزلت. همین اهدنا الصراط المستقیم، همین سوره مبارکه هم که معادل قرآن است. حضرت فرمود در شأن من نازل شده و در شأن فرزندان من از صلب علی نازل شده. و لهم امد و ایاهم خصت
اولئک اولیاء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الا ان حزب الله هم الغالبون. دیگه بعد با آدم انرژی میده، میگه این حزب، حزب پیروز است. ما که معتقدیم انشالله با ظهور حضرت همه این جریان ها روشن میشه، اینا انرژیش در اینجاست. با این یقین انسان استرابش کم میشه، ثباتش بالا میره، خلاصه مقاومتش بالا میره، نشاطش بالا میره. ما خیلی الحمدلله امکانات و برجستگی ها در متون من و در منابع من داریم، بیاییم از اینا استفاده بکنیم. این قدرت، قدرت شکست ناپذیر است. باز هم از حضور همه عزیزان در مراسم غدیر قدردانی میکنم، حمایت مردم، حضور زنان و جوانان و مؤمنین و مؤمنات قابل قدر بود. امیدواریم که همین حضور در محرم که در آستانش قرار داریم، شنبه فردا نه، شنبه هفته بعد که آغاز این دهه ارزشمند و وسع و همه جانبه برای هدایتگری است، انشالله برنامه ریزی شود، مخصوصا هیئت ها، مدیران تکایا و مساجد، انشالله بتوانیم از این فرصت طلایی هم به شکل خودش و با عطر و بو و خلاصه ویژگی های خودش استفاده بکنیم. خدایا فرج آقا و مولای ما صاحب الزمان برسان، حوائج اون حضرت فوق رغبتشان برآورده فرما، امنیت همه مسلمین، ملت و مردم ما کامل تأمین بفرما، و توفیقات خدمتگزاران بدین مراجع عظام علمای قدوم بیش از پیش بیفزا. عزیزانی که به مراسم نماز جمعه با حضورشان عزت میبخشند، توفیق روزافزون عنایت بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا.